پس رسانه ها مستقل حرفاشون رو بزنن، صحبتاشون رو بکنن، پولاشون هم بگیرن، با یک خط شکسته دلشون اگر خواست داوطلبانه متصل باشن برای آزادی ایران. نخواستم همینطور، احزابم هم همینطور، سازمان هم همینطور، این همه سازمان حقوق بشر، این همه رسانه، این همه حزب داوطلبانه اگر دیدن نهاد مردمی چیز خوبیه، جای خوبیه، احیانا میتونه برای آزادی ایران کمک کنه، اون زمانی که خواستن، در اون پروژه‌ای که خواستن، به اون نحوی که خواستن داوطلبانه بیان کمک کنن. نخواستن بشینن اونجا نقد کنن. ولی خوبیش چیه؟ خواهید دید که در این 15 هست، وقتی که شفافیت باشه، وقتی که همه چیز جلو چشم شما باشه، شما خواهید دید که پس این آقای خانمی که این همه میگفت من فلان اینا، چرا نمیاد؟ میپرسید چرا نمیاد؟ دلیل میاره. شاید هم دلیلش خیلی خوب باشه، شاید دلیلش درست باشه. اگه دلیلش درست بود، ساختار مجبوره سعی بکنه خودشو بهتر بکنه، اشکالا رو برطرف کنه که اون اشخاص سازمانی که نیومدن تشریف بیارن. اگرم دیدین شما دیدین ندارن، بهانه میارن. برمیگردیم به صحبت اول، شماها مردم ایران احمق نیستید، زیرک هستید، زرنگ هستید، منطقی هستید، میبینید، میفهمید که بابا خونه داره آتیش میگیره، ایران رو دارن میبرن، ببین سر چه چیزایی نمیخوان بیان یا با هم همکاری بکنن. به هر صورت، پس به جای این جواب چیه؟ یادتونه توی یه جای دیگه اومدیم میگفتیم اشکال این بود که دعوت از طریق تهدید و اولتیماتوم، آقای فلان، خانم فلان، یا میایید درید همبستگی، یا اگر نیایید شما مزدور هستید. یعنی چی؟ داوطلبانه کمک برای آزادی ایران، داوطلبانه. هیچ کس زور نکرده، چه در داخل چه در خارج از کشور، برای آزادی ایران کار بکنه یا کمک بکنه. و بالاخره ببینم پنجمیش چیه. آگه اینم چون آسونه میگم بعد تلفن ها و خطا رو میگیریم. پنج، این مسئله خود بزرگ بینی های افراد، دشمنی ها و کینه های شخصی، حالا چه قدیمی کهنه مال 30 سال پیش، چه جدیدن به خاطر اینکه نمیدونم سر یه چیزی با هم دعواشون شده، یا دعوای سازمانی. میدونی که مثلا ما سازمان های مشروطه خواه چند تا داریم؟ حداقل من فکر کنم 6-7-8 تاشو من میدونم که در اون سازمان SOS 5-6 تاشون اومده بودن با هم. حالا خدا میدونه چند تا دیگه مشروطه خواه، حتی جمهوری خواه هم چند تا هستن. دعوای سازمانی و کهنه شخصی اینا رو، و ترور شخصیت، همین گفتم بدون دلیل اینا که آقا این فلانه اون فلانه تهمت بزنن. جواب این کار چیه؟ نهاد مردمی میاد بر جوابش رو فعلا گفته اینا، آقا بهترین کاری که ما میتونیم در نهاد مردمی بکنیم فعلا اینه که یک سری پیشبینی های لازم بکنیم از قبل، قبل از اینکه وارد بشید، قبل از اینکه وارد این اتاق فضای نهاد مردمی میشید، اشخاص باید چیزی رو بخونن، امضا بکنن، بگن آقا ما اینو دیدیم، خوندیم، قبول داریم، وارد میشیم. بعد نمیان بگن او به ما نگفتید این خونه 4 تا اتاق داره، من فکر کردم 5 تا اتاق داره. نخه، 4 تا داره، اینجا هم نوشته 4 تا اتاق داره، کاش بعد میخوندید. گذشت اون زمان ایرانی بازی هایی که دیدید که مثلا میرین جای پارک اشتباه پارک میکنید، بعد پلیس میگه ای ببخشید من نمیدونستم این چهارشنبه نباید پارک کرد، خب نوشته بالاش، بعد میخوندید. وقتی که من میگم ما با 100 نفر 500 نفر اشخاص فهمیده میتونیم زیربنای این ساختار رو درست کنیم که بقیه هم اگه اومدن یکم اگر اشکال داشت در کاراشون، یا عمدن یا سهلا، این حرفا نریزه این ساختمان، مسئله اینه. پس کاری که باید بکنیم، پیشبینی‌های لازم باید بشه و نهاد مردمی انجام داده برای بررسی به شکایات فعالین. مسلماً شکایت داریم، یکی میاد میگه آقا این چرا اینجوری حرف میزنه، یکی میاد میگه این چرا اینا پیرنش اینجوریه، این چرا اونو گفته. خب اینا شکایته، جاهای دیگه چون نبود برای شکایت، اینا تو جلسات به هم دیگه میگن و بعد خدای نکرده فحش و بد بیرا و دعوا و هیچ، اصلا جلسه به هم میخوره و چند وقت بعدم سازمان به هم میخوره. ولی اگه جایی باشه همون هم بدونن اگه شکایت داری باید بری اینجا، حل اختلافات در نهایت بر اساس ضوابط مقدماتی که نوشته، بر اساس ضوابط آیین‌نامه مقدمات و موقت و بعد میشه درست بشه، در نهایت جریمه یا اخراج افراد یا اشخاص یا کسانی که عضویت هستن در نهاد مردمی. از قبل میدونید اینجا نوشته آقا وارد این اتاق میشی شما فحش نمیتونید بدید، حرف رکیک نمیتونید بزنید، اگه اومدی زدی بر اساس سازمان یا آیین‌نامه یا شکایت افکار یا مسئولین، شما میتونید بهتون اخطاریه بده داده بشه، یا جریمه بشید یا اخراج بشید. شوخی هم با کسی نداریم. این 5 تا فعلا باشه، تا 5 تا بعد هفته بعد 20 دقیقه تقریبا 25 دقیقه فرصت داریم برای تلفن و صحبت. اجازه بدید که من ببینم چه کسانی سوال دارن، و فقط هم اجازه بدید که هموطنان عزیز اینو خدمتتون بگم، چون وقت کمه و فرصت نداریم، 20 دقیقه میشه وقت نداریم. البته من بعد از جلسه تو اتاقا میمونم که ضبط ادامه میدیم توی تلویزیون دیگه، تلویزیون ای تو و جا
جای دیگه هم پخش خواهیم کرد. فقط تو فقط عزیزان 2 دقیقه صحبت، میتونید تلفن بزنید، اون تلفن استودیو زیر صفحه تلویزیون از 714-280-4022، از طریق اینترنت هم دستاتون رو بالا کنید تو اتاقای مختلف، 2 دقیقه حد اکثر صحبت. و خواهش میکنم فقط تو فقط در رابطه با صحبتی که امروز ما انجام دادیم، یعنی فقط در رابطه هدف 5 اصل و این 5 تا اشکالی که من گفتم، بخواید بگید آ افشاگری شو زندانیای سیاسی رو اینجوری میکنن، نمیدونم تبلیغ اعتصابات کارگری، نه تو این برنامه جاش نیست، جای دیگه تشریف برید بکنید. اینجا من با اجازهتون با کمال احترام هم تلفن رو قطع خواهم کرد و هم سعی میکنم اگه بتونم میکروفون رو بگیرم از دست کسانی که هم بخوان زیادی صحبت کنن و یا سوال دقیق و یا کامل و نظریه دقیق در رابطه این چند تا صحبت که من کردم نداشته باشن. اولین شخص خواهش میکنم آقای بابک 3000 در اتاق بیلوکس، من میکروفون رها میکنم، شما صحبت بفرمایید. میتونید که صفحه کامپیوتر منم نشون بدید که این بچه‌ها رو آیدیاشون هم بدین، اشکال نداره. بله، سپاس. درود میفرستم به ملت ایران، به آزادی خواهان ایرانی. درود میفرستم به همه زندانیان آزادی خواهی این در زندان ها. یک لحظه کجا خدمت رو تو سپاس گذارم دکتر ایمان فروتن گرامی از مطالبش مطرح کردید. ای کاش این فرهنگ صف و ستاد از 30 سال پیش آغاز شده بود و این مبارزات در یک گوشی خدمت رو میتونم چارچوب خاصی حرکت میکرد و ما به دور بودیم از این لومپنیز و مسائلی که باعث میشه که جنبش مبارزاتی ملت ایران رو عقب بندازه. و اگر این سیستم و این صف و ستادی که شما روش بحث و تبادل نظر کردید، اگر از 30 سال گذشته این عمل انجام شده بود، ما خیلی روزگارمون بهتر بود و کشورمون بیشتر به استقلال رسیده بود و زودتر به استقلال رسیده بود. تنها و الان ما نیروهایی رو داریم که میخوان به جنبش رو پیوندن، اونها نیروهای صف و ستاد هستن، نیروهای نظامی هستن، ولی متاسفانه به خاطر نبود یک چارت تشکیلاتی، به خاطر نبود یک دیسیپلین خاص، این نیروها پشت درهای بسته جنبش قرار گرفتن. امیدوارم این نظریات و این عمل کرد و این سیستمی که سیستم نوینی مبارزاتی که دکتر فروتن دارن بیان میکنن هر چه سریعتر شکل بگیره تا نیروهایی که منتظر هستن به صفوف مقدم مبارزات بپیوندن، مخصوصا نیروهای نظامی، راه براشون باز باشه تا حصول پیروزی. جاوید و پاینده ایران. بفرمایید. با تشکر از بابک عزیز که از عزیزان ما هستن، ایشون سوال به خصوصی نداشتن ولی بحث کلی رو فکر کنم از طرف تمامی اکثریت اشخاصی در اتاق هستن گفتن. خط تلفن درود بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم، صداتون پخش میشه. الو بفرمایید. الو بفرمایید، صداتون پخش میشه. آقای فروتن با عرض سلام. بفرمایید خانم، تلویزیون رو قطع، صداشو کم کنید، با من صحبت کنید سریع، خواهش میکنم. بفرمایید. عرض سلام آقای فروتن، خواستم ببینم این سیستم شما با هلو. بله بفرمایید. آقای فروتن با عرض سلام، میخوام بگم که سیستم شما با ایده های شاهزاده رضا پهلوی همکاری داره یا نداره؟ الان توضیح میدم، خیلی متشکرم از تلویزیون. من اینو چند بارم اعلام کردم. اولا دیدید که اولا سیستم من نیست، سیستم نهاد مردمی متعلق به تمام ایران و ایرانیان و حتی غیر ایرانیان است که برای آزادی میخوان کار کنن. پس سعی بکنیم، خواهش میکنم، یاد بگیریم که نگیم سیستم فروتن این حرفا. بنده طرح نوشتم، روز زحمت کشیدم، هدیه بنده و کمپانی من هست به ایران ایرانی، تموم شد. دو، یه هدف داره 5 اصل. شما کجای این یک هدف و 5 اصل چیزی رو دیدید، مطلبی رو دیدید که احیانا شاهزاده رضا پهلوی در این چند سال نگفته باشن؟ میگه آزادی ایران، بیرون کردن ملاها، استقلال و استقرار آزادی و دموکراسی بر اساس 5 اصل تمامیت ارضی و حقوق بشر و جدایی دین از حکومت و نمیدونم انتخابات آزاد در آینده. پس اینا همش یکیه. ولی اگر منظورتون است که بنده تماس گرفتم یا با من تماس گرفتن، جواب این است، یه بار دیگه هم گفتم،
در اوایل ماه نوامبر بنده شخصا زنگ زدم با جناب اویسی که فکر می‌کنم همه کارهای دفتر شاهزاده هستن، صحبت کردم، گفتم طرحی هست به نام نهاد مردمی، ایشون منو می‌شناسن، سالها با هم صحبت کردیم، چند بار هم دیگه دیدیم، تقاضا کردم 2 ساعت فرصت داشته باشم برای شاهزاده این طرح رو هر جای دنیا باشه پرواز کنم با هواپیما از طریق کامپیوتر و تلفن توضیح بدم. گفتن حتما ترتیبش خواهم داد. این ماه نوامبر 2009 بود.